این سری رگبار رو چون چند تا رگبار دیگه هستم، چون مثلا حدود هر بار چون تفکیر آمیش مدی میتونستیم بگیم مثلا زمان که مرتبه دام شروع 15 آزرش هست، مثلا ما 86 ها شمردیم، میشمردیم مثلا یه موقع تا بود و 100 تا بود، این حوالی بین مثلا 70 تا 100 اینطور بود. بعد اون وقت ما صدای رگبار رو میشنیم و رگباری که مثلا دقت میکرد بینیم بخواهم یعنی پیکره انسانی و اینها، یک صدایی که من هیچ وقت نشنیدم ولی همچنین تو گوشم هست، دقت اون رگباری که ما تو ما میشناسیم اون نیست، چون میگم یه همزمان از نزدیک میخوره به جسم پیکره انسانی، مثل یعنی برای من یادم برای چیز بود که تا همینجوری نوشتم. مثلا برای من جوری بود یک در یک لحظه مثلا انگار که مثلا یک کوهی از آهن یهو فرو میریزه، اینجوری بود صدا. بعد تکتیرا رو میزدن همزمان شاه فعال بودم، در زمان دانشجو بودم و هم بعد از انقلاب و تو این رابطه فکر کنم میشناتن ما رو دستگیر کردن. از سال 60 من زندان بودم، مهر 60 تا مهر 69. من با یک گروه مارکسیستی سازمان راه کارگر ارتباط داشتم ولی خب اون موقع دستگیر شدم چیز در این باره نمیدونستن. من اولش دقیقا 3 سال محکوم شدم، به خاطر هیچ، هم به خاطر اینکه نظرات انتقادی داشتم یا به هر حال به عنوان یه مثلا روشنفکر چپ. ولی بعد از 2 سال لو رفتم و فعالیتی که داشتم در تو با اون سازمان راه کارگر مشخص شد، دوباره دادگاه رفتم و 10 سال حکم گرفتم. البته اون موقع به اصطلاح زمانی که حکم میدادن از اون زمان صدور حکم محسوب میشد زندان. دقیقا من 10 سال که زندان شدم بعد از اون 3 سالی بود که زندان بودم و بعد از 9 سال که بعد از کشتار 67 بود که شروع کردم به آزاد کردن زندانی ها، من هم با مثل همراه که دیگه آزاد شدم. بعد این زمانی بود که گالیندوپول نماینده کمیسیون حقوق بشر، اون موقع کمیسیون بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اومده بود ایران یک بار و سفر دومشون بود که منو به همراه تعداد دیگری شبانه از زندان به صورت مرخصی آزاد کردن. از بند ما عده‌ای رو بودن اعدام کردن. روشن بود که خب ما میدیدیم، منتها این که اونا رو چرا بردن روشن نبود و به ما، یعنی ما خبر اونجور نداشتیم، ولی خب حدس میزدیم و اون فضایی که بود که ملاقات ها بالکل قطع شده بود، نمیدونم هیچ جا نمبرده، حتی بهتاری نمبردن زندانی ها رو و کاملا دنیای بسته ای رو ایجاد کرده بودن، یعنی زندان دنیای بسته ایه ولی اون موقع حتی روزنامه با نمیدونن، تلویزیون اومدن شبانه از بند بردن، یعنی کاملا رابطه ما با دنیای بیرون بالکل قطع بود، هیچ کی ملاقات نداشت، یعنی نه که مثلا یه گروهی. بعد این بود که یک فضای غیر عادی بود تو زندان، چون مثلا خب قطع ملاقات ها پیش میمد و اینها، ولی اینکه کل زندان رو قطع بکنن ملاقات هاشو عجیب غریب بود. اینکه ما یه چیز رو میفهمیدیم و میبردن عده رو میبردن بیرون به اصطلاح و بر نمیگشتن و اینم علامت خوبی نبود، ولی اینی که باورش و یا اینکه واقعا این همه مثلا زندان اعدام کردن، این رو ما بعدا که تموم شد دیگه ملاقات ها عادی شد از طریق خانواده فهمیدیم اعدام کردن، این همه اعدام کردن. و البته از بند ما هم که چپی ها بودن زنانی رو بردن به دادگاه، زنانی رو که مارکسیست بودن و اونجا به اونها حکم شلاق دادن، حد شلاق در وعده های نماز بی نهایت بود، یعنی در وعده های نماز در پنج وعده نماز شلاق میزدن، اینها رو تو سلول انفرادی بردن، دونه دونه میآوردن بیرون شلاق میزدن و به حکم ارتداد. دقیقا در مورد زنهای چپ، مردا چپ رو به حکم ارتداد اعدام کردن سال 67 دارم میگم، ولی زنهای چپ رو شلاق زدن و البته زنهای مجاهد رو از بند ما هم بودن اونا رو اعدام کردن. خب حالا اگه بخوایم از ذره مثلا چیزشو بگیم، شرشو بگیم، فکرم اونا محارب اعدام شدن، چون میدونی که 67 یک به اصطلاح یک اعدام های ایدئولوژیک بود تو حکم خمینی هم سر موضعی و این مجاهدین رو اعدام کردن،
گویا به حکمشون محاره بود و سرموزعی بود و زندان اول اونها رو اعدام کردن مرداد، بعد شهریور نوبت چپا شد اونها رو به حکم ارتداد اعدام کردن، یعنی همه حکم کسایی که اعدام شدن ارتداد بود. و ولی اینو بگم که این مال 67 بود که زنان چپ اعدام نکردن، در سالهای قبل زنان چپ زیاد رو اعدام کردن. تمام دهه 60 که من زندان بودم زندان پر از زندانی بود، به ویژه سال 60 که دستگیر شدم، یعنی همه گروه های سیاسی که اون موقع بودن، منتقد بودن، مخالف بودن، دستگیر شدن و تمام گروه های چپی که الان من نمیتونم اسمشون رو بگم، وقت کمه و اینها، تو زندان بودن. مجاهدین یک بسیار رقم خیلی بزرگی از زندان تشکیل میدن، خیلی زیاد بودن و همچنین بهایی ها زندانی بودن. ما چپ ها رو اتاقامون جدا کرده بودن، جدا بود از مجاهدین و بهایی ها هم در اتاقای ما میفرستدن، یعنی اتاقای ما بودن، چون به اصطلاح اتاق به اصطلاحی که مثلا چیز بودن و نجس ها بودن. در مورد این مسئله نجسی، خب این زندان به اصطلاح مذهبی بود دیگه، زندان این جمهوری اسلامی، به جون دهه 60 خیلی جنبه مذهبی و ایدئولوژیکش خیلی خیلی بالا بود و تو اونجا نه فقط در مورد حکم و زندانی کردن، بلکه در زندگی درون زندانم این باید نقش بازی میکرد. یعنی اینجوری بود که مثلا چپ ها و بهایی ها، چون مسلمان از نظر اون مسلمان ها چیز بود، اسلام مثلا مکتبی حاکم، اینا نجس بودن. میتونه حساب کنی که این چقدر یک چیز به اصطلاح تحقیرآمیزیه و جدا کردن و منزوی کردن تحقیرآمیز. و اینو من بگم که این یه قانون بود، یعنی مسئله اعتقاد مثلا شخصی افراد نبود. اگر اونجوری بود یه جور دیگه میشد، خب مثلا فرض بگیم بذاشتیم که اینکه عقیده مثلا شخصی فلان مسلمونه، اون میتونست خب یه جوری مشکل رو یه جور دیگه حل بکنه، ولی این قانون بود و اونها هم ناچار بودن، اون مسلمانای دیگه هم که اگر اعتقاد نداشتن ناچار بودن که این چیزو رعایت کنن. ولی مثلا زمانی که مثلا همچین چیزی اینجوری شدید نبود، زندان مجاهدان با ما تو بنده بودن و این به این سایت اعتقاد نداشتن و برای همون خود سرموزهی بودن، با ما این مشکل نبود و اینها. و خب اینا 67 همین اعدام شدن، همین این تیپ از زندانیان مجاهد. چیزایی که ایجاد میکنم مثلا موقع غذا کشیدن، خب غذا رو اونا به اصطلاح مسلمان ها چیز میکردن، تقسیم میکردن، البته مسلمان های تواب و میادن خب در اتاقا و چای مثلا کتری می آوردن. ولی زمانی که چای رو توی فلاسکای بزرگ می آوردن که برای مثلا کل چند اتاق بود، مثلا ما به اتاق که مشترک بودیم، اگر اونا مذهبی بودن، مسلمان بودن، اول اونا با چای می کشیدن، بعد وقت تهموندش مثلا می موند اگه برای ما بود و سرد می شد. و یا مثلا در مورد نظافت بند ها که بهش میگفتیم کارگری بند، خب تقسیم کار میشه، میدونین دیگه، جارو کردن هست، شستشو هست، نمیدونم شستشوی راه رو، دستشوی ها و اینها، و اینا به اصطلاح نجسا نباید این کار رو میکردن، چون دقیقا به آب که میخوره نجس میشه. مثلا این سه کار جارو ما رو اینا رو مثلا ما باید میکردیم تو خود بند ها، تو اتاقمون نه، همه کار رو خودمون باید میکردیم. و اینم بگم که این نجس پاکی چیز خیلی بسیار بیرحمیش در مورد این بود که در مورد کودکان هم صدق میکرد. یعنی میدونید که اون موقع خب بودن زندانی های کم نبودن، زندانی هایی که مادر بودن و با بچه کوچکشون در زندان بودن، چه از بهایی ها چه از چپ ها، و حتی این بچه های کوچک هم نجس بودن. و من یادم میاد که سال 63 من اتاقم هم که جدا بود، مثلا 63 من توی بندی بودم که اتاق 4 و 6 مال چپا بود و بهایا بود، ما توی اتاق دو تا اتاق با هم بودیم و دو تا بچه بهایی داشتیم، یادشون بخیر، الان هم خبر دارم که اینا هستن، سالم هستن و اینها، الان دیگه واسه خودشون خانم های جوانی هستن، رومینا و روفیا بودن، اینا دو تا خواهر بودن و اینا فقط تو اون اتاق 4 و 6 میتونن برن بیان و با ما بازی کنن. مثلا بقیه زندانی های مسلمون، میگم اگرم خودشون هم میخواستن، یه جوری اون قانون شرایط خیلی سخت زندان بود سال 60 تا 63، میدونی که دوره لاجوردی یک فضای بسیار بسیار خفقان آمیز در زندان بود و اون بقیه هم مثلا حتی یه نگاه مثلا با محبتی بچه بنزن، دستی مثلا به سرش بکشن،
این چیزا بود. البته در مورد بچه ها چپ هم مثلا صدق میکرد و که بچه هاشون مثلا نجس محسوب میشتن اینها. و من حتی یه بچه بود که پدر مادرش کشته شده بود، این بچه رو تو زندان سه تا خواهر تقوا بودن اونو بزرگ میکردن، این مثلا پسر بچه، حتی من میفهمیدم که به این پسر بچه هم اونا گفتن که به این دوتا بچه دوتا خواهر که میگم رومینا روحیه نزدیک نشن. برای من خیلی جالب بود اون موقع، جالب بود که دردناک بود، یعنی میخوام بگم که برای من یه جور تجربه رو نداشتم، تجربه رو که مثلا بچه هم چه جوری میتونه رو مثلا یه جوری رعایت کنه، نه که رعایت کنه، یه جوری مجبور بشه، وادار بشه که این چیزو کنه، مثلا با اینکه اتاقشون از کم بوده ولی ندیدم که با هم بازی کنن، یعنی از طرف اون بچه دیگه، پسری که به اصطلاح تو اتاق مسلمان ها بود، یعنی به اون بچه هم یاد داده بودن که مثلا از این دوتا بچه دیگه دوری کنه، در حالی که میدونی که توی اون فضای تنگ بچه ها به هم طبیعی به هم نزدیک میشن چون هم بازی دیگه ندارن. و این مسئله بود دیگه، همچنان همیشه با ما بود. حالا دقیقا این مسئله جسپا که اشاره کردم، این الان من بهش اشاره کردم، حالا بعدش هم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، ولی دقیقا این تو زندان این شکل به اصطلاح خیلی اغراق شده و خب تو بیرون معنی این دقیقا این مسئله رو بیان چیز بهش بکنیم، به اصطلاح ترجمهش بکنیم، دقیقا همون نفی هر گونه حق شهروندی دیگه، دقیقا این هستش که به عنوان یک چیزی عضوی که تو جزء جامعه نیست، جزء اون جامعه نیستش، فقط یه چیز بیرونیه، عضوی ارگانیک از اون جامعه، از اون بدن جامعه نیستش و هیچ گونه حق شهروندی نداره. این در مورد بهایی ها که میدونه صدق میکنه، حق تحصیل، حق هر چیزی که در اون جامعه حتی به اون امکان محدود هم اینا محروم هستن. و همچنین در مورد چپی ها اگر به اصطلاح به عنوان چپ شناخته بشن، چون برای همین هم اینا باید انکار بکنن و حتی تو چیزایی که دانشجویان ها میدونی که انتخاب دانشجوها اینا گذشته هستش که سوالو میکنن و دقیق کسی رو بسن به عنوان یکی مثلا لادین یا مثلا یک آتئیست یا مثلا با یه افکار مثلا ماتریالیستی تو اون جامعه دقیق جا نداره. همچنین اشاره کردم میدونی که یعنی اون دهه این مسئله به اصطلاح شکنجه، حالا این کلمه خوشنط خب خیلی عامه و اینها، من همین به طور روشن آشکار بگم که شکنجه خب یک سیستم به اصطلاح کاملا جا افتاده بود، کاملا هم آشکار بود، مخفی هم به اصطلاح نگر نمی داشتن چون اصلا دیگه در روز روشن صورت می گرفت. و این بود که دقیقا در کل زندان های سراسر ایران، من از گزارشات که خوندیم و اینها داریم و اینها میدونم که خب حاکم بود همه جا. لاجوردی خب همیشه تو همین دوره های به اصطلاح حکومت های مثلا اینجوری همیشه یه چهره هستن که مثلا خب خیلی شاخصه، مثلا در ما مثلا دوره چه میگن نازی ها مثلا آشمن رو داریم و اینها، خب چهره شاخصی وجود همیشه وجود دارن. این چهره شاخص رو مثلا در زندان دهه 60 لاجوردی بود که خودش تمام مدت زندان بود، یعنی اون سال 60 و 61 مثلا اون بیرون نمی رفت، تمام مدت زندان اوین بود و شبانه روز اونجا بود، همه جا حضور داشت، همه شبه ها حضور داشت، حضور میرفت میمد و اینها، تو بندها میمد و اینها، البته خب ما اونو میتونیم ببینیم. تو حسینیه مثلا همیشه حضور داشت، مسابقه میگرفت اون میکرد، بعد تو شکنجه ها حتما نقش داشت و حتما بخشی از بازجویی، یعنی دقیقا تمام اون از حتی کار توی بند بسیار مدیریت چی میگن اداره بند گرفته و خفقان ایجاد خفقان در بند ها گرفته تا بازجویی ها اون همیشه بود حضور داشت. و خب به خاطر اون بسیار اون حضورش که پر از تهدید و ارعاب بود، این چیزی بود، چهره خوب خیلی شاخصی بود و از نگاهش هم ارعاب میبارید، یعنی مثلا خب من دیده بودم، یعنی من خودم اینجوری بود بکنم بذارگم با نگاهش میدوزدن چون تو نگاه شرارت میبارید. با اولین خانم بهایی که در زندان برخورد کردم سال 60 بود، زمستون 60 بود فکر کنم، آبان ماه بود که خانمی رو آوردن به بند ما، خانم جینوس نعمت احمدی که ما اولین به سراغ زندانی باهایی که دیدیم ایشون بودن. من خاطر خیلی خوبی از ایشون دارم، خیلی خوشروحیه بود، خیلی زن قوی بود، میدونست که اعدام میشه و فقط مدتی کوتاه شب به هفته هم نکشید که در اتاق بود که بعد بودنش اعدامش کردن. در همون چند روزی که زندان بود تو اتاق ما، اتاق شیش که اتاق چپا بود زندان بود، خیلی رابطه خوبی با همه برقرار کرد. من یادمه که وقتی که اومد و این همه چهره های
بسیار جوان و نوجوان دید، چون میدونی که دهه 60 یکی از چیزا ویژه زندانی بود که سن زندانی خیلی پایین بود تو متوسط. البته ما زنای مسن هم داشتیم، مادر و مادر بزرگ هم داشتیم، ولی کلا این دانش آموزای 13 14 ساله 16 ساله اینا بودن و خوب دانشجوهای جوان که اصلا این به اصطلاح این همه چهرهایی که بچه بودن دیگه، مثلا دختر 13 14 ساله بچه است، دید خیلی تعجب کرد و یادم که خیلی با محبت اینا گفتش که جای شما تو مدرسه هست، اینجا نیست، من به شما درس یاد خواهم داد، شما رو اینجا میتونی شما درس یاد بگیری، یادگیریش رو فراموش نکنین تا هر شرایطی اینا. من دیگه رفتم نمیدم غزل حسار نمیدم فلان چرتیدم و اینها. بعد 63 دوباره برگشتم تو همون بند که اتاق 4 و 6، این دفعه مال چپا بود، من 4 بودم. بعد این دفعه خیلی عده باهایی که با ما بودن خیلی زیاد بود، مثلا فکر کنم که مثلا حداقل 30 نفر میتونم بگم بودن، همون حوالی مثلا بین 30-35 فکر کنم میتونم بگم اینها. اینا بیشتری هاشون با هم آشنا بودن، با هم فکرم فامیل یا هم ولایتی بودن. اینا رو از روستای سنگسر آورده بودن به اوین و اینا توشون مثلا زنها خیلی مسنی بودن، مثلا تیپای مادرای ما رو، یا حتی میشه گفت حتی مثلا مادر بزرگ اگه مثلا برای بچه های خیلی خیلی جوان اینها حساب کنیم، اینا تیپای مثلا زنها موسفید و اینها بودن و اینها توشون. بعد زنها خوب جوانم بودن که هم که میگم روفیا و رومینا، خب مادرشون زن جوانی بود که اونم از سنگسر بود و اینا زن خیلی ساده روستایی، همون تیپی که ما از روستایی میشناسیم اینا بودن، مثلا لباسه مثلا چیته نمیدم چیندار، دامن چیندار و اینها تنشون بود و اینها. و خب برای ما خیلی چهره یادآور چهره مادری بود اونجا. و یک عده‌ای هم بودن که خب از تهران دستگیر شده بودن، یه چند نفری بودن که موقع فرار از مرز دستگیر شده بودن. من یادمه که یکی از اینها یک پزشکی بود که درسش رو تموم کرده بود یا تموم نکرده بود دقیقا یادم نیستش، ولی این دقیقا به خاطر اینکه میتونست کار بکنه یا اینکه درسش رو تموم بکنه، فکرم درسش تموم کرده بود اتمن قبل از انقلاب فرهنگی ولی نمیتونست کار بکنه فکرم. و بعد این خواست از کشور بره بیرون با همسرش، دستگیر شده بودن تو مرز بلوچستان و خب میگفت من پزشکم، رشتم و دوست دارم و ولی نمیتونم تو این کشور کار بکنم، که زن جوانی بود که اونجا هم به هر حال رسیدگی میکرد به مثلا بیمارا و اینها، خیلی هم معلوم بود که خیلی هم رشتش وارده. یه دختر جوان دیگه بود که اونم باز با همسرش موقع فرار از مرز، یعنی قبل از فرار از مرز میخواستن از مرز بلوچستان برن، دستگیر شده بود که اون همینا رابطه خیلی خوبی با ما داشتن، ولی خب به ویژه این یکی از اینا فکر کنم یه جوری داشت چپم داشت با بچه‌ها خیلی خیلی نزدیک بود، با هم که بحث گفتگو هم می‌کردن. بعد یک خانم دیگه هم بود که یادمه که اونم با همسرش اینا موقع فرار از مرز دستگیر شده بود، تمام زندگیشو فروخته بود و خودش میگفت که دیگه هیچ نداره و اینا تو این کشور، حتی یک دیگه مثلا هیچ دیگه مثلا مالی که بالاخره باش زندگی بکنه و اینها. اون خیلی خیلی ناراحت بود، بگم که روزاشون کلا خوب بود دیگه، برای همه سعی کردن روزاشون خوب باشه ما تو زندان، ولی خب اون خیلی ناراحت بود. یادم که اصرا که اروپا که اروپا زندان خیلی دلگیره همه جا، ولی تو زندان بیشتر مثلا شکر مثلا به گریه باستای بلند و اینها. بعد اون تیپای مادرها که میگم و اینها میگفتم من مثلا میشینم اینا بهش چیز میکنن که تو نباید گریه کنی، تو به یه زنی هستی اینا چه از تو خیلی جوان‌ترن و اینها، اینا دلشون میگیره، اینا بچه هستن، اینا باید مراقبت دیگران رو بکنی و اینا. بعد خانمای دیگه هم داشتیم که باز از تهران دستگیر شده بودن. ما در مورد اتهاممون در زندان حرف نمیزدیم با هم دیگه، خب میدونستیم که بهاییان به هر حال به طور کلی در جرمشون بهایی بودن بود، حالا اینکه بدون مشخص چی بود کلا در زندان این مسئله ما دیگران هم مثلا با هم دیگه به دلایل امنیتی هیچ چیز نبود، اینا مثلا به گوش بازجو میرسه نمیرسه و اینها، آدما تغییر میکردن، اینا صحبت نمیکردیم زیاد، ولی خب به هر حال بحثای مختلفی میکردیم، گفتگوهای مختلفی هم چه خانوادگی اینا قدم میزدیم. بعد من دوباره این ورور شدم، رفتم دوره قزل حصار، من دوباره گوهردش فلان ها، که بعد که برگشتم این سال 66 دوباره با خانمای بهایی با هم بودیم دیگه تا موقع مثلا اون 67-68 که دیگه بنده رو جدا کرد، چون که بعد از اون کشتار دیگه خیلی عوض شد زندان، اتاق اتاق کردن بودن توی انفرادی ها و اینها، دیگه اون موقع گمشون کردیم. ولی اون سالای میگم 66-67-68 هم که
با خانم بهایی بودیم، اینا دیگه بازچرا جدیدی بودن، اونا یا آزاد شدن یا اینکه خانمای سنگسر رو بردن شهرشون نمیدونم، و اینجا چرا جدید بودن. ولی یه خانمی بود که همسرش اعدام شده بود، پریه، خانم پریه آزاده، اون همون 60 هم زندان بود، 67 و 8 هم زندان بود، که خانم حدود 50 سال بیشتر، که واقعا دیگه خیلی خسته شده بود، یعنی خانم خیلی خوش‌روحیه بود ولی دیگه 67 واقعا آدم ایسا گرد خیلی خسته از تنها تونتون قدم میزد و اینها، همسرش هم ادام کرده بودن. من اینجا نمیتونم از مردم سوال بکنم، چون همون چکم تو زندانم گفتم در زندانم قانون بود، یعنی مثل نرجس پاکی که میگم در قدر یه قانونی از زندانبان، قانون زندانبان بود که عمل میکرد، در قدر زندان مسلمان هم باید رعایت میکردن، اگر رعایت میکردن خودشون در تحت تنبیه قرار میگرفتن. شاید که این تنبیه ها بعد از رفتن لاجوردی بسیار شلتر شده بود، زندانی ها بودن کسایی که این کارو میکردن، مثلا مسلمانای مثلا حالا تواب بودن یا به هر حال اعتقادشون اینجوری بود اینا، ولی مجاهدین یا زندانی مذهبی دیگه از گروه های شریعتی اونجا بودن، اینا رعایت نمیکردن، مورد یعنی اعتقادشون نبود. در جامعه که ما میگیم، در جامعه این مسئله نبود حق شهروندی قانونه، یعنی دقیقا از طریق حکومت اعمال میشه. مردم، من نمیتونم نفی نمی کنم که به هر حال مسئله تولرانس و بردباری دینی تو جامعه ما خیلی بلا زیاد نیست، به ویژه به خاطر چیزای استبداد آخر و اینها، ولی اینجور نبوده که مثلا تو از خود مثلا مردم، این مثلا همه مردم بگیم، بر اومده باشه یا قوانین ها باشه. چون مثلا ما خب قبل از انقلابم که این مسئله وجود نداشت، به هر حال در همون حالا چه می‌دونم مثلا بی حقی کم حقی کل جامعه بود، در مثلا بگیم به هر حال همه جدا از مذهبشون به هر حال یه چیز مساوی داشتن دیگه، حقوق مساوی داشتن. از در قانون دارم میگم ها، حالا بردوام بین خودشون یه جایی هم مثلا چه می‌دونم با هم رسم داشتن تو خودشون بود اینا، اونو جدا از اون، ولی مشکل مثلا نداشتیم. مثلا من خودم میتونم مثلا جو خودم بگم که برای تو تهران که اومدیم زندگی میکردیم، توی کوچه زندگی میکردیم که از مناطق قدیمی تهران بود، که مثلا بهایی ما داشتیم، چند تا مثلا مسیحی داشتیم، زرتشتی داشتیم و اینها، مشکلی نبود چیز، یعنی هیچ مشکل تو مدرسه‌مون مثلا دانش آموزای دیگه داشتیم که از مذاهب دیگه بودن و اینها، و بهایی هم داشتیم، من مثلا دانش آموز کردم کلاس 5 و 6 اونها هم کلاسی بهایی داشتم یادم اینها. این مشکل تو جامعه نبود. میگم گرچه نمیخوام بگم که مثلا جامعه ما گل بلبل بود، یک جامعه خیلی دموکرات و چیزی بود و اینها، و خب جمهوری اسلامی یهو از آسمون اومد، نه این نبود، ولی که قانون کرد. یعنی وقتی قانون میشه، وقتی مجازات میشه اون چیز و مجلس تحمیل میکنه و اون تحمیل دیگه میشه قانون، یعنی الان مثلا اگه دانشگاه نمیذارن، این دیگه به عنوان یک چیز از بالاست که قانونه. این نیست که بگیم که حالا مردم هم میخوان که بهای دانشگاه نرن، اینو ما نمیتونیم بگیم. اینه که من تو برای اینکه میگیم که دقیقا راه حل پیدا کرد، این هستش که باید این مثلا آزادی مثلا مذاهب، حقوق مساوی برای همه آدم ها، جدا از عقیدهشون، جدا از مذهبشون، جدا از رنگ پوستشون، جدا و از مثلا وابستگی ملیشون قومیشون، باید حقوق مساوی داشته باشن. این یه چیز خیلی اولی است، مثلا یه چیزای خیلی ساده و روشن توی منشور حقوق بشر، خب ایران هم مثل هر کشوری اینو امضا کرده ولی پایبندش نیست. به نظر من دقیق با تغییر این قوانین حل میشه، و فکر نمی کنم ما تو جامعه با خود جامعه، تو مردم با کنفلیکت های اینچنانی روبرو باشیم. باشه به نظر من مثلا چیز خیلی محدود، و ما خودمون تو مردم ما جنگ های مثلا مذهبی نداشتیم تو خود مردم که تو تاریخ اخیرمون. ساعت مثلا 8 شب بود یا رو به 8 بود که بم در اونم بسته بود در اتاقمونم، اومدن نگهبان اومد و در باز کرد، بعد به همسر بردم که با من بود گفتش که بیا بیرون. بعد ما موقع خوب خیلی چیز بود که عجیب، ملاقات هم موقع اصلا نبود و اینا، بعد و این برای چی هست اینا، بعد گفت بیا تلفن داری، تلفن داری. بعد وقت مثلا دم چی فکرام که مثلا فکر کردیم که خب مثلا شاید از خانه‌اش تماس گرفت اینا، ولی خب بعد من چون زمان چا زندان بود و اینا، برای میدونستیم که اون یعنی یه جوری یعنی همین اونا رو ادامه کردن اون دوره، به ویژه مارکسیست بود و بعد مارکسیست هم خب اعتقاد داشت و میدونستیم که برای وامیسته سر موازش و اینا. بعد اون وقت آدم برای خوب بخواد فکر بعد رو باور نکنه، بعد از چند دقیقه برگشت و بعد میزد به سر و روش و میگفت کشتن بچه ها میکشنش
همجوری اینا آرام و اینها و بعد اون وقت میکرم آرامش کردیم. بعدش گفتش که بشینیم و ساکت باشیم الان ادامه شو کنم. تلفن بازجو داده بود گوشی دست برادر من که مثلا خداحافظی کنه، چون نه وصیت نامه داشت نه به چیز، چون دقیقا این فکر کنم به عنوان آخری مثلا شاید آرزوش رو گذاشته در برادر، چون وصیت نامه چیزی ما ازش نداریم. و اون گفته بود که من میخندید، رویش خوب بود میخندید، گفت بخوام خداحافظی کنم. این چی کشته که برای خداحافظی برای چی؟ گفته که برای که من اعدام میکنن، یعنی تیرباران میکنن، چون موقع تیرباران بود دیگه 67 دار میزدن ولی 60 همه تیرباران بود. بعد گفته برای چی؟ گفته بودش که چیز جرم زمان شاه. دقیقا این به ما یه جوری فکرم پیام داده بودش که دقیقا ازش هیچی نمیدوستن و دقیقا این به خاطر گذشتش و سابقش. و 8 ماه صدای رای بارو شنیدیم.